سر خط خبرها، بازرسی خانه به خانه در پنشیر، طالبان نظامیان پیشین را در این ولایت بازداشت میکنند. شیعیان دیگر نمیتوانند از افغانستان به اربعین سفر کنند. پلیس مرزی رومانی شماری از پناهجویان افغانستان را بازداشت کردند. کار نیک تازه ترکمنستان در مورد آموزش در بخش آهن به جوانان افغانستان. آشیانه های محلی برای کاهش مرگ و میر مادران در سمنگان ساخته شد. سلام، به سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفا چنل را سابسکرایب کنید. طالبان شرکت شیعیان افغانستان در مراسم اربعین را ممنوع کرد. گزارش ها و نقل از منابع طالبان حاکی است که آنان امسال به هیچ زائر شیعه اجازه نمیدهند که از افغانستان برای شرکت در اجتماع زائران شیعه در مراسم اربعین و عراق سفر کنند. بر بنیاد گزارش ها، معاونت سیاسی نخست وزیر طالبان به اداره های مربوط گفته است که شرایط امنیتی برای زائران اربعین حسینی در عراق مساعد نیست و در این ایام اعزام اتباع افغان به کشور عراق خالی از خطر نخواهد بود. در همین حال رئیس اتحادیه شرکت های سیاحتی و زیارتی نیز در کابل این خبر را تایید کرده و میگوید آخوندزاده رئیس اداره حج حکومت طالبان در تماس گفته است که از وزارت خارجه این گروه مکتوب رسمی صادر شده و گفته که بنا به مشکلات عراق و ناهمی هایی که در آنجا به وجود آمده است و همچنین بنا به عدم تفاهم دولت عراق مبنی بر حضور زائران افغانستانی در آن کشور، امسال هیچ زائر از افغانستان نمیتواند عازم عراق شود. او همچنین افزوده است که حکومت طالبان گفته که این موضوع را به زودی همگانی خواهد کرد. قرار است امروز طالبان در این مورد موضوع رسمیش را اعلام کند. بر بنیاد گزارش ها، طالبان هشدار دادند که اگر کسی و یا شرکتی از هر جای افغانستان به گناه خود سر زائر به عراق اعزام کند، با برخورد جدی این گروه مواجه خواهد شد. طالبان در حالی از شرکت شیعیان افغانستان در مراسم اربعین در عراق ممنوعیت میکنند که همساله هزاران نفر از شیعیان افغانستان در مراسم آیینی شرکت میکردند. خبر بعدی، پلیس رومانی شماری از پناهجویان افغان را بازداشت کرد. تعدادی از پناهجویان افغان که قصد رفتن به کشورهای اروپایی را داشتند توسط پلیس رومانی در نقاط مرزی آن کشور بازداشت شدند. پلیس مرزی رومانی با نشر اعلامیه اعلام کرده است که 72 پناهجو از کشورهای مختلف را از 4 موتر لاری بازداشت کرده است. بر بنیاد اعلامیه پلیس مرزی رومانی، این پناهجویان شهروندان کشورهای افغانستان، هند، بنگلادش، عراق و سوریه می باشند. در همین حال، سایت انفو امیگرنس گزارش داده است که این مهاجران در لاری های حامل میوه مخفی شده بودند، اما مشخص نیست که چند تن از آنها شهروندان افغانستان هستند. بر بنیاد گزارش ها، مقصد این مهاجران مجارستان و لهستان بودند و در همین حال مقامات مجارستان گفتند که امسال از ورود 105,000 پناهجو به این کشور جلوگیری کردند. همچنین مقام های لهستانی نیز در ماه جولای اعلام کرد که جلو ورود 150,000 پناهجو را به این کشور گرفته. افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین پناهنده و پناهجوی مهاجر را در جهان دارد و در هر گوشه و کنار دنیا دارند همروزه بدبخت میشوند. بازرسی خانه به خانه در پنشیر. طالبان با استفاده از دستگاه بایومتریک نظامیان پیشین را بازداشت میکنند. منابع محلی در پنشیر از آغاز بازرسی خانه به خانه از سوی طالبان در این ولایت خبر میدهند. منابع محلی در صحبت با روزنامه 8 صبح میگوید که طالبان از نیمه های شب گذشته به این سو بازرسی خانه به خانه را در بخش های مختلف پنشیر و ویژه روستاهای زمانکور بالا و زمانکور پایین ولسوالی عنابه آغاز کردند. به گفته منابع طالبان، در جریان بازرسی خانه به خانه با استفاده از دستگاه بایومتریک نظامیان حکومت پیشین را شناسایی و بازداشت میکنند. منابع تصریح میکنند که تاکنون دهها تن از باشندگان مناطق مختلف پنشیر و شمول ریش سفیدان و افراد زیر سن از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان تا اکنون در این مورد براز نظری نکردند. پیش از این نیز طالبان صدها غیر نظامی را در بخش‌های مختلف ولایت پنشیر بازداشت و شکنجه و در شمار از موارد تیرباران کردند. خبر بعدی، ترکمنستان 28 دانشجوی افغان را در بخش‌های آهن آموزش می‌دهد. دولت ترکمنستان 28 بورس تحصیلی مربوط به آموزش خط آهن را در اختیار افغانستان گذاشته است.
خبرگزاری باختار گزارش داده است که اسناد مربوط به این بورسیه‌های تحصیلی از سوی خواجه عفوف سفیر ترکمنستان در کابل امروز با ملا بختار رحمان شرافت رئیس اداره خط آهن افغانستان تسلیم داده شده است. این دوره آموزشی برای 4 ماه در نظر گرفته شده است. گفتنی است که کار اعمار خط آهن میان افغانستان و آسیای میانه در دوره جمهوریت آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلات امنیتی و فنی متوقف شده است. خبر بعدی، آشیانه‌های محلی برای کاهش مرگ و میر مادران در سمنگان ساخته می شود. کمیته سویدی برای افغانستان به هدف کاهش مرگ و میر مادران در سمنگان آشیانه می سازد. مسئولان محلی کمیته سویدن برای افغانستان در سمنگان امروز با نشر تویت نوشته است که 23 آشیانه محلی را در این ولایت می سازند. با گفته آنان این آشیانه ها به ارزش 10 میلیون افغانی در روستاهای ولایت سمنگان ساخته می شود. بر بنیاد معلومات مسئولان محلی کمیته سویدن در سمنگان، در 2 اتاق این آشیانه ها کارمندان صحی و در 2 اتاق دیگر مادران زایمان کرده و سر خواهند برد. کمیته سویدن اکنون بیش از 20 دختر را در روستاهای مختلف سمنگان در بخش قابلگی و پیشبرد این آشیانه ها آموزش داده. با گفته مسئولان کمیته سویدن، کار ساخت آشیانه های محلی در سمنگان 50% پیش رفته است. آشیانه های محلی در سمنگان برای کاهش مرگ و میر مادران در حال ساخته می شود. یه چند پیش گزارش های در مورد افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان زیر سلطه طالبان نشر شده بود. خبر بعدی، یونیسف تازه گفت است که واکسن سرخکان به 550,000 کودک افغان تطبیق می شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یعنی یونیسف میگوید که قرار است واکسن سرخکان را بر 550,000 کودک افغان تطبیق کند. یونیسف امروز در توییت نوشته است که تعداد این کودکان در 9 ولایت مرکزی افغانستان از واکسن سرخکان مستفید خواهند شد. با گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، واکسن سرخکان قرار است در همکاری با نمایندگی بخش افغانستان، سازمان صحی جهان و ژاپن تطبیق شود. گفتنی است که دروز پیش کمپاین تطبیق واکسین سرخکان در ولایت زابل نیز آغاز شده است.